گفتی که بعضی اوقات میری در خانه کار میکنی، باز چند پول میته براتون؟ میخوایی خدمت کنی، میخوایی کلان شی و کار کنی و مادرکت نگاه کنی؟ عزیز دلم، منتظر زی هستی یک روزی شوه که پدرتانم تو جور و سالم در خانه بیاین؟ بله، من خود زیاد خوش هستم که پدرم بیاین، ما نمیشه دیگه یک دفعه که در اون مرض رفت که جور شدین داره. احترامات خدا به همه هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم و روز دوم رمضان باز هم برشان تبریک میگم. خدا کنه که جور و صحتمند و توانا باشن و روز دوم به خوشی و توانمندی سپری کرده باشین. و در ضمنش باز هم ما از هموطنان خود که در خارج هستن خواهش میکنه که همیشه همراه ما باشن و همکاری کنن و نیازمندایی که امروزه روز در هیجا در حالت بده قرار دارن. خب ما امروز میخواییم با فامیلی بریم، خانه فامیلی بریم که اونو هم نیازمند هستن و یتیما دارن، طفلکای خرد هستن و خواستیم که برشان یک مقدار پولی که تهیه کردیم از طریق امو برادر ما که زمیر محمودی هست و بعض مقدار خوردنی برشان میگیریم که مثلا سمبوسه باشه و بولانی باشه، بعض این چیزها رو ما از طرف خود میگیریم برشان میبریم که خدا کنه اونا هم خوش شون و افطاری خود ما با اونا به خوشی پایان ببریم. قربانتان، زنده و سلامت باشین، با ما باشین. سلام. سلام، خوب هستین؟ بخیر، صحتمند دان شما جوره. قربانت، زنده و سلامت باشین، روز دوم رمضان باز هم برتان تبریک میگم به همه گیتان. تبریک به شما باشه، خیلی ممنون. قربانت، زنده و سلامت باشین. خب لالای قندیل بر ما بگین که امتیازات زی چطور است؟ براتان چیز میمانه نمیمانه و ثواب باید کمی کنین؟ کسی که از درگاه پروردگار شکرگزار باشه انشاءالله میمانه، کسی که نباشه دیگه خودت میفهمی دیگه چیز کمایی نمیده. واقعا راست گفتین. خب این را برای ما بگین که در این چی مواده را گد میکنین؟ در این چیز گد میکنیم که مردم خوش کنه دیگه. مواده هر چیز دارد، ذائقه خاص داره، چیز جور میکنیم که به ذوق پسند مردم باشه. یعنی مذهبت ایشانه، مذهبت مهم چی هست که باید مذهبت وقت مذهب داد اونا باز همیشه وقت مشتری میشه؟ طبعا چیز خاص جور میکنیم که کی روزه داره هم ما ثواب کنیم هم مذهبت که فرداش بیا دیگه، فردا بیا دیگه، چیز جور میکنیم که به ذوق خاص مردم. قربانتان، زنده و سلامت باشین، خداوند شما را توانایی بده از این بیشتر که تا آخرین ماه مبارک رمضان بتانین که خدمت مردم هم کنین و خدمت به خود هم و به فامیلتان هم چنان کنین و یک لقمه نانی که تهیه میکنین از امی را به فامیلتان ببرین. الهی آمین. خداوند کلگی را توفیق بده مردانوار کار کنه، زحمت بکشه، به یک جای برسن. کسی کار نکنه از جا خانه میشینه. قربانتان، راست میگم. قربانتان. خب از امی برای ما جور کنین، پنجار پا یکی، پنجار پا دیگه، یا صدر پا یکی، صدر پا دیگهش. قربانتان، ما منتظرتان هستیم. درست هست، تشکر. ما تم میشی دیگه. از گفت نسه، درست هم جون. خب وطنه عزیز، ما تا اینا اونا را تهیه میکنن، جور میکنن، ما میریم طرف بولانی. تا گوش نام شدیم که جورسان نکنین. خب عرفان عزیز، یک بریم طرف بولانی بریم که لالای ما چی میکنن و چه قسم بولانی رو تهیه کردن. تنها بولانی گندنه هست یا کچالو؟ سلام. سلام لالای قندم. خیرتی هست جامتان جوره. شکر فضل، بخیر و سلام. قربان، روز دوم رمضان برتان تبریک میگم. همچنین همچنین به شما هم تبریک. خب اینو بگوین لالای نازم که امی تنا گندنه هست یا کچالو هم هست؟ هم گندنه هست، هم کچالو هست، هم مکس هست، هر دوش. قربانت، زنده و سلامت. بطانی چند مفروشی نیره؟ در
خب اگر کس باز پیسه نداشت تو؟ کار ثواب است از خود ماست. خیر باشه. یک دادان از کچالوش بگیرین، یک دادان هم از گندنیش بر ما تهیه کنین، جور کنین. خوب متنای عزیزم، میبینید که وطندارای ما، برادرای ما که امروزی روز روزه هم بدن دارن و آمدن ایجا غذا تهیه میکنن، بلندی تهیه میکنن به خاطر افطاری کسایی که روزه به دهن دارن. خداوند ایره هم برشان حجر بته و توانایی بته که همیشه وقت در خدمت مردم باشن. و ما از پیششان بولانی گندنه هم گرفتیم و بولانی کچالو همچنان. با ما باشین و ما را زیاد نبرین. بازم سلام همه تنهای حسیزم، هیلا بایلا کم تو خسته و مانده رسیدیم، به خانه کسی رسیدیم که اونا نیازمند هستن و ما هم میخواییم که امروز افطار با اونا باشیم و افطار با اونا کنیم و خدا کنه که تنها ما را نگذارین. سلام هم شیری خند. سلام خواره، خوب استی؟ خوب استین، صحتمند استین؟ تشکر، زنده باشی خوار جان. خب روز دوم رمضان هم برتان تبریک میگم. بر شما هم همچنان. خب ما را خداوند باز هم توانایی بده و همکارای ما و کسای دوستایی که از هموطنای ما که از همراه ما همکاری کنن که ما بتانیم که همه نیازمندا را کمک کرده بتانیم. ما امروز آمدیم که افطار با شما باشیم. زنده باشی خبر جان، خدا شما راضی باشه. تشکر. خب بریم، اجازه هست؟ بریم. خب هموطن عزیز ما رفتیم و ما را تنها نمانین. بازم سلام و صد سلام به هموطنای عزیز نازنینم که اگر در خارج هستن و یا هم در داخل افغانستان هستن. ما رسیدیم های میدان و تای میدان به فامیلی که نیازمند هستن و خواستیم امروز افطار با اونا باشیم و امروز دوم رمضانه به خیر و به خوبی سپری کردیم. خداوند به ما دیگه هم توانایی بده و میخواییم که یک چند سوال هم تو واضح واضح از اینا داشته باشیم، پرسان واضح داشته باشیم و بعد از اون ما سفره خود تیار میکنیم و آمادگی به حسان میگیریم. خب هم شیری قند ایره برای ما بگین که چند نفر هستین در فامیل؟ در فامیل پنج نفر هستم، من خودم هستم، امرای چهار طفله. خب این چهار طفلتان چی هستاد؟ سه تاش دختره کسی یکش بچه. خو هزار بار شکرم، یک تاش هم که بچه هستک گفتی اگام تا نمک دستارخان میگه هستن. خب اینه بر ما بگین که شوهرتون چی کار بیکنه؟ شوهرم خو معتاد است. خب متاسفانه بسیار متاسف هستیم، بدبختانه که برادر ما که اول خدا سرپرست است و دومم برادر ما بوده، چون برادر ما بدبختانه معتاد شده که واقعا جگر ما خون شد. خب ایره بر ما بگین کار فین ناناورتان کی است و چه قسم روزگار پیش میبرین؟ خب من خودم در جایی که من رو بخواه یکان کالاشوی یا پاکوری میکنم دیگه، اما کارام نیست دیگه. خب خدا است دیگه، مگذره دیگه. خانم که رئیس همراه چهار طفلم دیگه، زندگی میکنم بسیار در سختی دیگه. خب بازم هزار بار شکر میکشیم که ای هم مثل امو خواهره که دینه روز بود، ای هم امو قسم با غیرت است، امو قسم شامت داره و میتونه که فامیل خونه با کمک حلای مهربان کار کنه و یاری کنه و یک لقمه‌نان برای فامیل خود تهیه کنه و تیار کنه. خب وطنه عزیزم، چون افطار کم وقت مانده ما هم آماده میسازیم سفره خود که بخیر که تخیر افطار کنیم. با ما باشین، حسیادتان نرویم. Thank you.
مادرای عزیز ما و دوستارای برنامه ما، خدا کنه که روزه را افطار کرده باشین و به خیر و به سلامتی سفره‌تان را جمع کرده باشین، خداوند به دربار خود قبول کنه. بازم میایم به درد دل راز نیازه که خوار ما داره و با این دو تا دخترک های نازنینش و یک بچه نازنینش که همی لحظه بعد از افطار که در بایسکل سازی کار میکنه رسید طفلک همی لحظه دیگه پرسان کنیم و ببینیم که چی درد دل داره. یه هم شیریم و خدا کنه که شما هم دقیق اما تنهای عزیزم توجهی تانه کنین و درک کنین که ببینید که یک خوار ما در چی حالت قرار داره و به حد اندازه به کمکتان نیاز داره. خب عزیز دلم، گفتی که بعض اوقات میری در خانه کار میکنی، باز چند پول میده براتان؟ فقط یا 1.5 صد میده یا در روز 200 دیگه. دیگه فقط 1.5 صد یا 200 میده. دیگه تو کاری همه روزان برای ما پیدا نمیشه، یعنی هفته دو روز یا یک روزی نگان پاکاری خود مرم میخواین که میرم، همو پاکاری خانه شانم میکنم. بس کرا چند میده؟ کرا را 1500 افغانی همینجا میدم، 6 ماه از کرا باقی ماندیم. دیگه هر جار جنجال است که چرا کرای ما نمیدی، دیگه اگر نمیشه که از همینجا کوچ کنن شما پیسی کرای خانه را داده نمیتونین. باش ببینم دیگه که خدا چی میکنه. خب هموطنای عزیز، چقدر دردناک است یک زنی که تنها است با اولادایش. اگر اولادایش نمی بود هیچ گپم نبود و در ضمنش اگر خانه از خودش می بود باز هم هیچ گپی نبود. اما میگن که ما را بسیار حسیت می سازن بخاطر که 6 ماه کرای خانه سرشان مانده و اگر یک روز برش کار پیدا شد یک روز نمیشه و او هم یک مقدار پولی برشان میده که حتی یک پیسی 1-2 کیلو گاز است که هموش آو بس. خب همشیری عزیز، چقدر وقت میشه که پدر از طفلا معتاد شده و چقدر وقت میشه که طرف خانه نامد؟ تقریبا 7 سال میشه از معتادیش. دیگه 1 سال میشه دیگه که دیگه وضعیتش خیلی خراب شد. دیگه بعضی وقت میامد 2 ماه بعد یا 1 ماه بعد یک سر میزد باز یار زیاد لدکوب میکرد باز پس میبرامد. دیگه حالش خیلی وقت از دیگه تقریبا 1-9 ماه دمام میشه دیگه که ندیدیم، ازش خبرم ندارم که در کجا از کجا نیست. هیچ پرسانم نکردین؟ با خدا حال زیاد میبینه تفلاش یکان دفعه میگه که ببینیم یک دفعه. خب نیستم دیگه، نه زیر پول سخت هم نیست دیگه، در اوجه هم نیست دیگه، نمیفهمم کجا. خب در شفاخانه حوال نگرفتین؟ شفاخانه نرفتین؟ آن خب معتادین خوب شده جمع میکنن به خاطر تداوی خود دیگه، شاید برین شفاخانه، برین یک پرسانش اگر کنین میشه به خاطر این تسلیت دل این تفلا. با خدا طال را خونه رفتیم دیگه، نمیفهمیدم ما دیگه اینال نمیفهم که در کجاست و شفاخانه در کجا نیست دیگه. اگر شب خو میرم یک بار میبینم خو مچم دیگه، نمیفهمم دیگه پیدا اگر شب پیدا. خب هموطنان عزیز، خدا کنه که امی برادر ما را چون دولت یک زمینه مساعد کردن که معتادین بردن برای تداوی، خدا میرمان است که اونا را هم برده باشن و تداوی شده باشن و بخیر که تخیر ایلاش و بین و دمو خانه و جای خدا سرم یاد تفلک های خود. واقعا به حد جگر خون شدم، به اندازه جگر خون شد. خبی بچه یک تانم کجا کار میکنه؟ تفلک همی لحظه آمد این شاگرد از سگدک با اسکل سازی را برده شامل کردیم و اونجا کار میکنه دیگه. باز روزانه پیسه برش میده؟ نه و خدا در هفته میده، روزای پنجشنبه در پنجشنبه 160 روپه 70 روپه این مقدر ها میده. اونم میشه با غلیمت میدانه میگم برو خیر است یک گاز خوب میشه 1 کیلو دیگه دونم اونجا میره دانم 60 روپه 70 روپه از این پنجشنبه در از این پنجشنبه برش میده. دخترک ها مکتب میرن؟ دوتا میره در مکتب میره. Thank you.
خب بازم هموطنهای عزیزم، ما از شما خواهش میکنم و حضور میکنم که کمک کنین تا این همشیری ما یک مقدار از شانایش امو بارکی هست امو سبک شوه و راحت باشه، چون سیاست چیزی است که بی حد اندازه عاجز است، بی حد اندازه عاجز است. و خدا کنه که شما هم توجه کامل برش داشته باشین و کمک کنین که ما بتانیم بیاییم و باز هم سراغ زمین خواهر ما و احوالش بگیریم و کمک خداوند و یاری خداوند و یاری شما بتانیم که یه همشیره را ما به یک جای بعد اقل یک کمه که کمک کرده بتانیم. دیگه ما امشب خواره که گلم چون روز دوم رمضان است تا فعلا هموطنهای عزیز ما دیگه اگر از خارج هم است یا در داخل هستند او طور هیچی ندارن، ما همون یک مقداری که امروز ای روز براتان تانیستیم که تهیه بسازیم، همونانی که امروز برادر ما حامد در دفتر دیگ بار کرده بودن از طرف زونا بود، دیگه تانیستیم که برای شما یک مقدار بیاریم و سفره را تهیه کنیم براتان برای افطاریتان و یک مقدار پولی را که همی برادر ما تهیه کرده بود برای ما داده بود محمودی صاحب بزرگوار، بازم تشکر زنده و سلامت باشین محمودی صاحب، کمکی که کردین، همانتی که رساندین برای ما، رسید دادست ما و دو فامیل ما تا نیستیم که با همون مقداری که مثلا پولی که شما روان کرده بودین 5000 فامیل ها را ما تقسیم کنیم و بتانیم که برشان رسیدگی کنیم که فضل خداوند ما دو فامیل تانیستیم تا امروزه که روز دوم رمضان است، فردایشم خدا میربان است، امید خدا به الله بی نیاز داریم، توکل ما به خدا و باز هم از هموطنهای خود خواهش میکنم که از ما فقط رساندن است، از شما فقط خیر است، خیرتانه برسانین و هلاهان قدر مهربان است که اگر یک چند از زیب شما بروند دو چندش او را از دربار خود بر خودتان حتا میکنه. محمودی صاحب بزرگوار بازم تشکر، زنده و سلامت باشین. دو فامیلی را که ما پنج از هاری که یک فامیل شب اول رمضان برشان ما رساندیم و امودینه که بوده گردن ما خلاص کردیم و پنج از هار دیگی را که به این فامیل ما امشب شب دوم رمضان از تهیه کردیم که با مو طبق امو سفریشان ما بولانی گرفتیم و سمبوسه برشان گرفتیم و یک مقدار نانی که بود او را ما خود ما کد خود آوردیم که من تقریبا 1000 2 یا 3 یا 4 4 نیم 4600 افغانی ماند از او 5000 که ما هیره و همشیری خود تسلیم میکنیم که خداوند باز هم امرای ما باشه و ما بتانیم که از دیگر طریق هم بیاییم و امرای زی همشیره کمک کنیم. بازم زنده و سلامت باشین، خداوند دو چند شبراتان حطا کنه و در سمنش میخواییم از این دخترک ها پرسان کنم که اینا چی احساس دارن. اینا ازار با شکر میگن که دختر دلسوز میباشن، شاید اینا هم در کنار مادر خود چقدر درد ببینن. عزیز دلم، منتظر زی هستی یک روزی شوه که پدرتانم تو جور و سالم در خانه بیاین؟ بله، من خود زیاد خوش هستم که پدرم بیاین، من نمیشه دیگه یک دفعه که در اون مرض رفت که جور شدین داره. نه خدا مهربان است، ما ای تو کسار دیدیم که تا فعلا در شفاخانه بودن جور شدن، صحتمند شدن، آمدن پیش فامیل خود. خدا مهربان است، ما دعا میکنیم عزیز دلم. تشکر، زنده باشید. خب قندولک توی رو بگو که دق شدی پشتش یعنی؟ زیاد دق شدی؟ اگر مثلا مادرکت بره و در شفاخانه پیدایش کنه باز میریم پیشش؟ بله. خب مکتب خو میرین؟ بله. مکتبتان و وسایلتان، کتابتان، کتابچیتان یا چطور میشه؟
خب حتما، چون مادر جان کار میکنه، مادر جان کار میکنه و ناگزیر سرپرست اول خداوند است، دوم امی خواهر ما هسته که باید تهیه کنه برای اولادا، جور کنن که باید اینا یک جای برسن، به خاطر که اولاد است. میگه اولاد دشمن داری؟ میگه نه. میگه اولاد داری؟ میگه ازو کرده بزرگتر دشمن هیچ کسی نیست. و نازنی نکم تو بیا اینجا بشی، پیش بشی. اینا دیگه چند سال است عزیز دلم؟ 8. چند سال است؟ 8 سال است. نام خدا، نام خدا همه تنهای عزیزم. اینا در سن 8 سالگی مسئولیت خانه را گرفتن، پذیرفتن و میرن در این هوای خنک تفلک اصحای که دستکایش اصحای کنین. نازنینه که بعد از افطار آمد. خب چی ساز داری نفسم؟ خوش هستی که کار میکنی؟ بازو پول چی میکنی نازنینه؟ جمع میکنم. باز برای کی میتی با؟ برای مادر. خدایا شکر. داینده چی میخوایی؟ میخوایی خدمت کنی؟ میخوایی کلان شوی و کار کنی و مادرکت نگاه کنی؟ خب ما هم دعا میکنیم، پین وقت دعا میکنیم برای زی فامیل، برای زی خواهر ما، برای زی بچه که حسامیال کمر بسته کرده و احساس میکنه که ما فامیل دارم، احساس میکنه که ما باید مرد بودن خدا، مسئولیت خدا بجای کنم. بازم زنده باشین خانه آباد، محمودی صاحب بزرگوار، شما هم زنده باشین، قربانتان. و یک خواهش جداگانه از هموطنهای خود باز هم میکنم که کمک شوین، خیرتان برسه، به خاطر از اینکه یک ماهی از ماهی پر از برکت و فیض از خداوند. نیده دنیا خوارتان کنه، نیده او دنیا. بازم ما ادامه داره، برنامه ما ادامه داره و ما را هم خداوند توانایی بده صحت داشته باشیم و جان جور بر ما حتا کنه که بتانیم که تا آخر رمضان ما همی فامیلای نیازمند که است از برکت الله مهربان، بیاری الله مهربان و دست خیر شما بتانیم که یک چیز یک اندازه کمک کنیم برشان و یک دستشان بگیریم. زنده و سلامت باشین، با ما باشین و خانواده خالد اسکر فراموش نکنین. هموطنای عزیزم قربانتان و رمضان خوش و رمضان با ایمان براتان میخواییم. زنده باشین.